یک شرکت امنیت فضای مجازی اعلام کرده که شناسه‌های کاربری و شماره‌های تلفن 42 میلیون کاربر ایرانی از یک نسخه غیررسمی پیام‌رسان تلگرام درز کرده و در اینترنت منتشر شده. شرکت کمپرتک گفته دسترسی به این اطلاعات کاربران در اینترنت به رمز عبور هم نیاز ندارد. همچنین گفته شده که این اطلاعات یک روز بعد از گزارش درز آنها به میزبان داده ها از دسترس خارج و پاک شدند. چند سال پیش هم خبرگزاری رویترز از درز شناسه و شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی یک اپ غیر رسمی تلگرام خبر داده بود. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از نیویورک با ماست. آقای رشیدی، بیشتر راجع به این درز این همه اطلاعات 42 میلیون نفر، اطلاعات 42 میلیون نفر چه میدونیم؟ من اول اصلاح بکنم، من دیگه با کمپین همکاری نمی کنم، به عنوان در واقع کارشناس مستقل صحبت میکنم. بسیار خوب. ببینید، مسئله خیلی گسترده تر از اتفاقی هستش که ما در واقع تا الان شاهدش بودیم. ما در واقع با یک پروژه جاسوسی بسیار بزرگ در سطح کشور روبرو هستیم که نهاد انتظامی و امنیتی در واقع پشتش هست، اطلاعات مردم رو جمع‌آوری میکنه، ذخیره میکنه و با ابزارهایی که حالا بررسی‌های من و یه سری از همکارهای دیگه که داشتیم روش کار میکردیم نشون میده، تحلیل میکنه و حالا داره یه سری از اون اطلاعات رو شاید دیگه به دردش نمیخوره میفروشه. ردپایی از در واقع یه سری سامانه‌های روسی توش وجود داره و حتی میشه گفتش که ردپایی وجود داره که به فیلتر شکن‌های مجانی که روی کانال‌های تلگرامی داره منتشر میشه در واقع میرسه و خیلی جدی باید به مردم هشدار داده بشه که از این فیلتر شکن‌هایی که در داخل کشور هست به عنوان رایگان و مجانی بهتون داده میشه استفاده نکنین. معنیش جمع‌آوری گسترده اطلاعات شما در واقع خواهد. جمع‌آوری گسترده اطلاعات از طرف کی؟ آیا صحبت از سازمان‌های اطلاعاتی داخل، سازمان‌های اطلاعاتی خارج، افراد به اصطلاح خصوصی، شرکت‌های خصوصی؟ چرا دارن این کارو میکنن و کی هستن؟ تحقیقات ما ادامه داره ولی تا اینجا من با اطمینان میتونم بگم که در واقع یک نهاد انتظامی پشت این پروژه بوده که داشته سعی میکرده اطلاعات مردم رو به شکل گسترده جمع‌آوری بکنه و طبیعتاً ازش استفاده بکنه برای مقاصد امنیتی که خودشون دارن. نهاد انتظامی در داخل ایران هست. این رو از کجا میدونیم که داخل ایرانه؟ این سرورها در درون ایران وجود داشته و در واقع دسترسی بهش هم در داخل ایران هست. روی شرکت رسپینا در واقع میزبانی میشده. یک سری حفره‌های امنیتی روی این سرورها وجود داره که در واقع ناشی از شاید بشه گفت دانش پایین در پیکربندی در واقع این سرورها وجود داره که وقتی شما اینا رو دنبال میکنید، این نقطه ها رو به هم دیگه وصل میکنید، میتونید متوجه بشین که در واقع چه کسی کجا داره چه جور اطلاعات جمع‌آوری میکنه یا منتقل میکنه. آقای رشیدی، خیلی ممنون از شما. امیر رشیدی بود از کارشناس دسترسی به اینترنت از نیویورک با ما.